خانم من چند بار به شما بگم تا حالا شده یه کاری رو درست انجام بدید؟ چرا حواستون رو جمع نمی کنید خانم؟ شده؟ از خانم بپرسید. نازنین زنگ زده اینجا میگه کتی خانم اینجاست، بعدن زنگ بزنید. ابا آقای دکتر، مگه خودتون نگفتین همسر فعلی آقای دکتر بهتر نفر همسر سابقشون زنگ میزنن اینجا؟ بله من گفتم، ولی شما الان به من بگین همسر سابق آقای دکتر کی هستن؟ یه لحظه اجازه بدین. نازنین خانم. نه خیر، کتی خانم. وای ببخشید، اون لحظه هم یه چیزی شد همینجوری یادم رفت اشتباه شد. واقعا که نه دیگه، الان حواسم رو جمع میکنم که اشتباه نکنم. کتی خانم همسر فعلی سابق خانم سابق. آه ببخشید، اصلا یه کاری میکنیم، الان من یه شعر میسرایم که دیگه اصلا یادم نره. اون که قدش بلنده به افشار دل نبنده، اون که قدش کوتاهه الان باهاش همراهه. نازنین فعلی. ببینم حالا مگه طوری شده. طوری شده؟ نازنین عصبانی زنگ زده با من دعوا کرده. قیامت دیدنی بوده موقع. تو چرا اینجوری میکنی؟ چجوری میکنم؟ چرا جدی نمیگیری؟ داری به بیچارگی من میخندی؟ نه خیر، من دارم به قیافت میخندم. نه خانم شیرزاد. خانم شیرزاد تو حالیت نیست، تو زن نداری. نازنین میخواست از پشت تلفن خفم کنه. ایشون همسر سابق شما، اصلا به ایشون هیچ ربطی نداره. فعلی خانم فعلی. بله همینه دیگه، من کلن از مردایی که از زنشون میترسن و خندم میگیره. ببین قبلنم از این شوخی ها کردی، من بهت گفتم از این شوخی ها اصلا خوشم نمیاد. من اصلا شوخی نکردم. تو شوخی نکردی؟ نه. تو شوخی نکردی؟ نه. این به این دلیله که امثال تو هیچ توجهی به زندگی مشترک ندارن، به خاطر همین جرأت ازدواج کردن ندارن. خوش به حال شما که جرأت ازدواج کردن. من جرأت ندارم. من جرأت ندارم. آقایون؟ بله. چی؟ ادامه بدی. من جرأتشو ندارم. من تو زندگی اولا از این چیزا توی زندگی مشترک ببین، از تو اسمتو گذاشتی دوست، تو همیشه انگشتو گذاشتی رو نقاط منفی زندگی من. بی خیال، ببخشید. من معذرت میخوام از اینکه ناراحتت کردم. تو منو ناراحت کردی. تو داری به زندگی من حسادت میکنی. ناراحتت کردم. بعد بالاخره فهمیدی خیلی بد شد که من به زندگی تو دارم حسودی میکنم. همیشه آرزو دارم که خدا یه زنی بهم بده که ازش مثل موش ازش بترسم. ای با آقای دکتر چی جالب، اصلا بهتون نمیاد. نه کنایه دارم میزنم خانم شیرزاد. آها ببخشید، الان متوجه شدم. ادامه بدین. چی داشتم میگفتم؟ شما هیچی نمیگفتید. آقای دکتر داشتم به شما میگفتن که شما از زنتون میترسی، البته با کنایه. من صد بار بهت گفتم من از نازنین نمیترسم، من فقط بهش احترام میذاری. میدونم. آه اینم کنایه بود. بله خانم. بس خانم، تو اسم خودت گذاشتی دوست. باشه باشه، بازی تیم ملی فوتبال رو از تلویزیون نگاه میکنی، من بلیت ندارم. ببین خانم، به خاطر شما بلیت جایگاه مسابقه فوتبال رو از دست دادم. به چی میخندین؟ ببخشید، مگه کنایه نبود؟ واقعا که این دکترها رو نمیشه شناخت.